دوستای عزیزم سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. خوش اومدید به اولین ویدئوی تمرینی پومسه. بچه ها، من تصمیم گرفتم که تمرینات رو از سطح پایین و ساده شروع کنم و کم کم هر جلسه که تمرین میکنیم تمرینات پیشرفته تر و سخت‌تر میشه. برای همین امروز فقط قراره که روی ضربات دستمون کار کنیم. من شروع کنم، اول چند تا نکته رو بهتون بگم. اول باید نکاتش رو بدونید که شما چجوری باید یه ضربه دست خوب داشته باشید، چجوری بتونید شوکدار باشه ضربه دستتون، قدرتش رو نشون بده، سرعتش رو نشون بده و اصولی و تمیز باشه. اول باید اینها رو بدونید و بعد برید سراغ مثلا تمرینات با کش، وزنه، اینها. اولین نکته این هستش که شما باید وقتی یه ضربه دست رو باید اجرا کنید تمیز باشه. تمیز باشه یعنی چی؟ یعنی که اصولی باشه، یعنی شما میخواید ارماکی اجرا کنید. دستتون باید بدونید که با دست چپ میخواید اجرا کنید نرمی مشت روی شونه باشه، اون دست صاف باشه، خم نباشه، بیرون نباشه، خیلی هم از اون طرف بدن بیرون نره، یعنی باید این وسط بدنتون باشه تقریبا. و پس دست چپ اونم که میخواد ضربه رو اجرا کنه نباید بالا باشه. ببینید کاملا باید داخل بدن خودتون باشه و به این صورت. پس این از عکس‌العمل. ما یه عکس‌العمل داریم، یه ضربه. پس عکس‌العملمون باید تمیز و درست باشه. ضربمون هم نکات خاص خودشون داره که الان بهتون میگم. حالا من میخوام پرتاب کنم. اول باید بدونید که مسیر حرکتتون باید درست باشه. مسیر حرکت، مثلا ارماکی میخواد بزنید، این دست فقط از آرنج باز میشه، همین دیگه، نباید از بدنتون دور بشه بره این طرف بیاد، یا آرنجتون از این طرف بدن بزنه بیرون. خب این از این، پس این فقط به همین صورت آرنجمون باز میشه میاد پایین، روبروی این پا قرار میگیره. و دست پالکوبچیگی، دستی که میره عقب، توی اکثر ضربات دست ما پالکوبچیگی رو داریم. این دستی که میخواد بره عقب باید از آرنج بکشه به بدنتون بره عقب، یعنی شما نباید دستتون رو دور کنید و اینجوری بکوبید به خودتون. این رو دقت کنید. پس دست میکشه به بدن، اصلا از بدن جدا نمیشه و فقط لحظه آخر مچمون میچرخه همین. حالا یه دور اجرا میکنیم. یک، عکس‌العمل. دو، پرتاب. ببینید، یک دو به همین سادگی. دست چپمون هم به همین صورته. حالا بریم سراغ مونتون ماکی. میخواییم مونتون ماکیمون رو بدونیم اصولی شدید رو باید اجرا کنیم. دست همون که میاد بالا باید کنار گوش باشه، دستتون بالا نباید باشه، پایین نباید باشه آرنج، باید آرنج در راسته شونه باشه، حالا یه مقدار پایین تر، خیلی کم. و این مچتون رو یکم میتونید توی زاویه 45 نگه دارید، یعنی صاف به روبرو نباشه، میتونید یکم بچرخونیدش. پس دقت کنید که زاویه دست باید 90 درجه باشه، دستتون جمع نباید باشه، بازتر از 90 هم نباید باشه. این یکی، دستمون باید چجوری باشه؟ روبروی جناب سینه باید باشه. پس دست چپ میاد کنار گوش. حالا بخواییم پرتاب کنیم، این دستتون نباید دور بشه، جمع بشه، این دست دوباره دست پا کوچیکی نباید باز بشه و بعد جمع بشه، یا نباید حرکت آرنج داشته باشید، آرنجتون نباید به خودتون ضربه بزنه. پس این مستقیم میره عقب، این هم مستقیم میاد جلو. پس دقت کنید که موتوماکی رو نباید روبروی لب بزنید، باید روبروی سینه باشه. یک دو این هم هست. برای اولگول ماکی دقت کنید دست بالا نرمی مشت به سمت بیرون هستش و دستمون رو برعکس میذاریم روی شونمون، ولی دستی که میخواد بره بالا دفاع کنه نرمی مشت روی کمربند قرار میگیره و این دست به همین شکل میاد بالا، لحظه آخر میچرخه. این دست هم دست پای کوچیکی که مستقیم میره. دقت کنید که این دست نباید باز بشه این به سمت راست و همچنین خیلی نباید از اون طرف بزنه بیرون. پس فقط جوری باشه که مچ دستتون بیرون باشه از سرتون. مچ دست اینجا قرار. یک دو اینم به این صورت. ضربه دست بعدی رجبه هنسون نایدون که میخواییم صحبت کنیم. ببینید وقتی که میخواییم با دست چپ همون مثلا میخواییم اجرا کنیم،
این دست یه مقدار میاد تا سرشونه بالا، از اینجا پرتاب میشه. یعنی دقت کنید که عکس العملمون یه جورایی میشه تا اینجا پرتاب، از اینجا صورت میگیره، پرتاب با سرعت و قدرتمون. ولی خب دقت کنید اینجا نباید مکس داشته باشیم و از این نقطه ما دستمون رو پرتاب نمی کنیم، میاریم بالا آهسته، رسید به شونه پرتاب میشه. ببینید رسید پرتاب. اینم همینطور گودر و سنال یوماکی هم دقیقا نقطهش به همین صورت میشه. انگشتمون باید وقتی که این خط رو میکشه زیر خط شونه باشه، نباید بالا باشه، نباید خیلی باز باشه یا خیلی جمع باشه. ببینید به این صورت و پس انگشتا زیر خط شونه. این یکی دست هم اینجا قرار میگیره و وقتی که میخواییم پرتاب کنیم این دست دوباره میاد بالا یه مقدار، از اینجا پرتاب میشه. پس از این نقطه من پرتاب نمی کنم، یه مقدار میارم بالا، رسید به شونه پرتاب میشه. یک دو یک دو یک دو. ضرب دست بعدی راجبه سنال کوچیکی صحبت میکنیم، دقیقا مثل مونتوماکی جاگیش، فقط این سناله. و این دست باز نباشه، بسته نباشه، همون نکاتی که برای مونتوماکی بود. همین مسیر رو طی میکنم و روبروی گردن میخوره، موچیگی یعنی روبروی گردن. و دقت کنید دستتون رو خم نکنید، دست کامل صاف باشه. یک کامل صاف، یک دو یک. ضرب دست بعدی مونتوماکی هستش. دقت کنید این دست رو روی دایره جناق سینه قرار میگیره و یک دست هم که از اینجا میخواد پرتاب بشه. این که با چیگیه به همون صورت میکشه به بدن میره. این یکی دست چی؟ این یکی دستمون هم باید بکشه به بدن و بیاد جلو. پس دقت کنید که دست راست هم که میخواد ضربه بزنه نباید باز بشه، نباید آرنج هم اینجوری باز بشه. یه سری هم آرنجش رو اینجوری باز میکنن. پس این آرنج میکشه به بدن، اینجا میچرخه پرتاب میشه. و یه نکته دیگه که باید دقت کنید این که این دستتون ضربه نزنه مثلا تو این نقطه و بعد بیاد بالاتر یا بیاد پایینتر یا بزنی اینجا بیاد داخل. این نقطه رو یه نقطه باید در نظر بگیری، همین دستی که اینجاست، این نقطه رو در نظر بگیری، دست کاملا توی این نقطه تموم شه، نباید اینجوری شه، نباید اینجوری شه، اینا رو همه رو دقت کنید. پس این رو شد نکته اول تمام این ضربه دست های پایه که باید اصولی اجرا کنیم و تمیز. این نکات بعدی که میخوام بگم میره توی نمره اجرا، یعنی نمره اجرا یعنی سرعت، قدرت، انرژی، بیان انرژی. که خب من از روی ارامکی اول توضیح میدم. اولین نکته این که شما اینجا که جایی یا همون عکس العمل رو گرفتید باید عضلاتتون راحت باشه، ریلکس باشه، نباید منقبض باشه. پس اینجا توی عکس العمل عضلات شله، لحظه آخر که پرتاب میشه، لحظه آخر یعنی اینجا، یعنی این نقطه آخر آخر، اینجا من منقبض میکنم. پس اینجا شله، اینجا سفته، اینجا شله عضلاتم، اینجا عضلاتم منقبضه. مثلا مونتوماکی اینجا شله، اینجا منقبضه، این لحظه آخر منقبض میشه. توی مسیر دستتون رو منقبض نکنید. اینجا شل، لحظه آخر، آخرین لحظه. مثلا هنسونالیوما که اینجا شله، این نقطه آخر اینجا منقبض میشه. هم این دست هم منقبض میشه، هم پالپوچیگی. از پالپوچیگی غافل نشید، یادتون نره. و بقیه هم به همین صورت. نکته بعدی، چون بیستادم میخوام جاگی بگیرم، باید عکس العملم رو، جاگی یعنی همون عکس العمل دیگه، عکس العملم رو باید آهسته بگیرم. اینجا رسید پرتاب سرعتی میشه، یعنی من جاگیمو نباید سریع بگیرم و سریع پرتاب کنم. جاگی آهسته، پرتاب سرعتی، جاگی آهسته، پرتاب سرعتی، جاگی آهسته، پرتاب سرعتی. حالا سرعتی که پرتاب میکنم لحظه آخرم منقبض میکنم. این میشه شوک دست. یه نکته دیگه که هست اینه که ما باید مچمون رو لحظه آخر بچرخونیم. حالا دستمون اگه سنال اگه مشته هیچ فرقی نداره.
حالا من از روی مثلا مونتوماکی بهتون یاد میدم و توضیح میدم. اینجا من مچ دستم به این صورته دیگه، مسیر حرکت که من دارم سرعت میدم، مچ دستم به همون شکل نگه میدارم، یعنی نمیچرخونمش بیارم اینجا مسیر دست من نچرخیده، مچ من چرخشی نداشته، همون صورت نگهش میدارم نقطه آخر، همون نقطه که قرار مقبض کنم مچ دستم رو میچرخونم. اوکی؟ پس اینجا ببینید میاد اینجا نقطه آخر مچم میچرخه. مثلا اگر هنسون هالیوماکیه، اینجا دستای من به همون صورتی که هستن میره نقطه آخر میچرخه، با درستانال هم همینطور به همین صورت میاد. ببین همون صورتی هستش که اولین نقطه عکس العمل هست، همونجوری میاد نقطه آخر میچرخه. حالا با سرعت و با منقبض کردن لحظه آخر عضلات، این میشه شوک دست ها. حالا من از شما میخوام برای اینکه گیج نشید و همه این نکات رو یاد بگیرید، اول به همین ترتیبی که اجرا کردیم، یعنی ارماکی، مونتویماکی، اولگورماکی، هنسونالیوماکی، گودروسونالیوماکی، موکچیگی و جیروگی، هر دستی رو یک بار اجرا کنید و فقط و فقط دقت کنید که اصولی باشه و تمیز باشه. یعنی اول همون اول نرید سراغ اجرا و شوک و سرعت و قدرت، اول فقط به تمیزی دقت کنید. دقت کنید که مثلا وقتی که جایی مونتوماکی رو گرفتی مچ دستت نباید بشکنه، این دستم هم همینطور، این مچای دست باید صاف باشه. دقت کنید هم توی سونال هم توی مشت جمک باید حتما این مچ دست صاف باشه، نباید بشکنه به بیرون و داخل. توی جیروگی مثلا این مچا صاف باشه، توی هنسونال دقت کنید توی همه ضربات دست مچ دستمون باید صاف باشه و اینا میره جزء نمره دقت و اون تمیزیه که بهتون گفتم. پس اول یک دور اجرا کنید، بهتر جلوی آینه بایستید که خودتون رو ببینید و فقط دقت کنید، آهسته اجرا کنید، فقط میخواید اون مسیرش رو درست برید، درست یاد بگیرید که دست کجا باشه، این مچن این طرفی باشه یا نرمی مشت باشه، اینا رو یاد بگیرید. ملکه ذهنتون که شد میریم سراغ اجرا، یعنی دقت میکنید که جاگیتو آروم بگیری، پرتابت سری باشه، جاگیتو دستت شل باشه، نقطه آخر کیپ باشه، همه اینها با هم. پس چند بار که روی دقت کار کردید برید سراغ اجرا. حالا یک دور همه اینها رو من براتون اجرا میکنم، ببینید بعد از من حتما تمرین کنید. چاریوت، کمره، چوبی، یک دو هارو خب دوستای عزیزم، امیدوارم که از این تمرین لذت برده باشید. یادتون نره که تمرین و تکرار داشته باشید روی تمرینات. به زودی بقیه تمرینات رو براتون آپلود میکنم. ممنون میشم که برای حمایت سابسکرایب کنید و لایک و کامنت یادتون نره. طلایی و قهرمان باشید.